میر جاودانپر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای جاودانپر. خبر موافقت حماس با طرح صلح با استقبال ساکنان غزه مواجه شد، جشن و پایکوبی برقرار کردن توی خیابونا، ولی الان خبر از ورود تانک‌های ارتش اسرائیل داشتیم دیروز به رفح. فکر می‌کنید که این حمله می‌تونه توافق رو با شکست روبرو بکنه؟ بله، خبرهای زد و نقیزی وجود داره در اسرائیل در مورد اینکه آیا واقعا اصلا این جواب هم در اسرائیل میگن که حماس به چه توافقی جواب مثبت داده. این توافقی نیستش که ما داشتیم در مورد اون مذاکره میکردیم. یکی از دیدگاه هایی هستش که الان در اسرائیل ما اون رو میشنویم، ولی در این حال در روزنامه ایدیو تخانات آقای عبی ساخاروف که یکی از بزرگترین متخصصین دنیا عرب و فلسطین هستن به خصوص نوشته که الان واقعا جواب حماس، اقدام جدید حماس واقعا یک چالش بسیار بزرگی برای آقای نتانیاهو به وجود آورده، چون قبلا حماس میگفتش که برای ما پیش شرط هستش که از روز اول که این توافق عمل بشه باید این اعلام بشه که دیگه جنگ ادامه نخواهد یافت و آتش بس دائمی خواهد بود، ولی الان این پیش شرط حماس عوض شده. اونها میگن خب باشه، ما حاضریم انعطاف پذیری نشون بدیم بعد از مرحله اول آتش بس که شما هم در مورد شرط صحبت کردید اگر اشتباه نکنم حدود 40 چند روز هستش، و بعد از تبادل اسرا اون وقت ما حاضر خواهیم بود که به یک آتش بس دراز مدت موافقت بکنیم و اون وقت میشه اعلام آتش بس موقت کرد، ما دائمی کرد. و این میشه گفت تغییر در موضع حماس و چیزی که بعضی ها به عنوان انعطاف‌پذیری حماس توصیف کردن میتونه دولت آقای نتانیاهو با چالش های بسیار بزرگی الان متوجه بکنه، چون اگر به رفح حمله نکنه و با آتش بس موافقت بکنه حماس میتونه بعد از این جنگ بگه ما پیروز شدیم و ما اسرائیل نتونست ما رو از بین ببره، ولی اگر آقای نتانیاهو با حمله به رفح ادامه بده این میتونه باعث بشه که دو آقای گنس و آقای آیزنکوت از دولتش خارج بشن و تظاهرات به شدت علیه ایشون افزایش پیدا کنه. حالا چقدر فکر میکنید که این محدود به گذرگاه رفح خواهد شد این حمله؟ چون میدونیم که به هر حال این حمله به رفح علی رغم مخالفت‌های آمریکا و متحدانش و در واقع هشداری که داده بودن صورت گرفته. فکر میکنید محدود بشه به کنترل گذرگاه رفح یا اینکه به تمام رفح گسترش پیدا خواهد کرد؟ چیزی که دو چیز جالب هستش، دو نقطه جالب هستش در مورد این حمله. اولا به نظر میاد که حتی آقای گنس و آیزنکوت که به اپوزیسیون تعلق دارن ولی در دولت اسرائیلی آقای نتانیاهو هستن با این حمله حمایت کردن. دوما گذرگاه رفح خیلی نقطه مهمی هستش برای حماس. این لوله اکسیژن اقتصاد قاچاقی حماس هستش که رهبران حماس از اون میلیاردها دلار سود میبرن، سود اقتصادی میبرن، از این مناطق زیرش تونل زدن و اونجا اسلحه وارد میکنن و این اگر اسرائیل الان اونجا مسلط شده و بخواد شروع بکنه به متلاشی کردن تونل های حماس که از مصر میان، این میتونه واقعا یک ضربه بسیار بزرگی برای حماس باشه. پس به نظر میاد که آقای نتانیاهو با این حمله میخواد که فشار رو علیه حماس افزایش بده که حماس به نظر میاد که متقاعد بشه که قبول بکنی که بعد از فاز مرحله اول یا مرحله دوم حتی که بعد از اینکه تمام اسرا آزاد بشن اسرائیل هنوز این حق رو خواهد داشت که به حماس حمله بکنه. اسرائیل میخواد آقای این فشار رو بیاره روی حماس با این حمله. آیا موفق خواهد شد یا نه معلوم نیستش هنوز. خب الان طبق تازه‌ترین گزارش‌هایی که من دارم نگاه می‌کنم یک مقام نظامی به اسرائیل گفته که ارتش اسرائیل کنترل سمت غزه گذرگاه به رفح رو کامل به دست گرفته. می‌دونیم که قرار هست که مذاکرات آتش بس امروز از سر گرفته بشه. با توجه به این تحولات آیا میشه پیش بینی داشت که چه خواهد گذشت در این مذاکرات؟ به نظر من نهایتاً آقای نتانیاهو بایستی انتخاب بکنه بین بقای دولت خودش یا آزادی گروگان‌ها، بین اینکه بتونه اینکه بگه که حماس رو من از اوکراینی بیرون کردم یا بین اینکه در اسرائیل فردا ما با یک سناریوی مواجه بشیم که بله ما اسرائیل ما حماس رو بیرون کردیم از اوکراینی ولی هیچ کی جاش نشد جاشو بگیره
و حماس و غزه تبدیل شده به یک سودان جدید، به منطقه پر از هرج و مرج، پر از تروریسم، پر از فقر و بدبختی خیلی بیشتر از در نسبت به زمانی که حماس در اون منطقه مسلط بود و برای اسرائیل و برای اسرائیل میتونه اتفاقا خیلی خطرناکتر باشه. این گزینه‌های بسیار دشواری هستش که آقای نتانیاهو بسی قبول بکنه، ولی چیزی که من میبینم الان متاسفانه به عنوان اسرائیلی که مخالف حماس هستم میبینم که الان برای جامعه بین‌المللی بیشتر میتونه تقاضای حماس برای آتش بس دائمی قابل قبول باشه. پس آقای نتانیاهو بس خیلی مواظب باشه که چه جوری جواب میده و چه سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، چون میتونه متاسفانه اتفاقا به دشمنان ما کمک کنه. آقای جوزانفر، وضعیت این آوارگان چه خواهد شد؟ چون با در واقع حملاتی که به نوار غزه صورت گرفت، صدها هزار نفر به سمت همین گذرگاه رفح و اون پایین نوار غزه در واقع پناهنده شدن، الان بهشون گفته شده که از اونجا باید نقل مکان بکنن. اگر که این حملات در گذرگاه رفح و ادامه پیدا بکنه یا گسترش پیدا بکنه به کل رفح، در واقع تکلیف این آوارگان چه خواهد شد؟ بدبختی توی این منطقه به وجود و برنازه کافی بدبختی داشته قبل از هفته مکتوبرا ببینید بدبختی چقدر زیاد شده. هم خانواده های اسرای اسرائیلی، هم اسرائیلی های پناهجو شدن و هم فلسطینی ها که خیلی بیشتر. اگر اسرائیل بخواد حمله گسترده بکنه، بایستی اجازه بده که مردم از این مناطق خارج بشن، بایستی جاهایی پیدا بشه که واقعا مناطق محفوظ باشه، که مناطقی باشه که به اونها حمله نخواهد شد. این واقعا یک مسئله، یک مکعب روبیک تقریبا تبدیل خواهد شد، برای اینکه اسرائیل بتونه در این حال حماس رو از بین ببره، در این حال مردم فلسطین، مردم غزه بهشون صدمه نخوره، در این حال آقای نتانیاهو روابط با آمریکا حفظ بشه و در این حال دولت آقای نتانیاهو از هم پاشیده نشه. و در این حال همین مکعب چند سطح داره، شیش اگر اشتباه نکنم، و در این حال فشار مردم اسرائیل علیه آقای نتانیاهو به شدت افزایش پیدا نکنه. آقای نتانیاهو باید توازن بین تمام این عوامل مختلف پیدا بکنه و این مسئله بسیار سخت خواهد بود، ولی در حال حاضر به نظر نمیاد که مردم غزه نزدیک به ثبات باشن، متاسفانه باید بگم، ولی امیدوارم که در چند روز آینده خبرهایی باشه که این پیشبینی من رو ثابت بکنه که من اشتباه کردم. سپاسگزارم از شما. باید ببینیم در طول روز حالا تحولات به کدام سمت پیش خواهد رفت. سپاسگزارم. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو همراه ما.